Thank you, Mr. Chairman. Our next witness is. متشکرم آقای رئیس. شاهد بعدی ما شاهد 458 است. شاهد عضو Revolutionary Guards. عضو سپاه گروه خاصی که بهش میگویند گروه امام علی، سپاه امام علی، گروهان امام علی. لطفاً سوالات خودتون رو نگه دارید تا وقتی که ایشون صحبت خودشون رو تموم بکنند. آیا شاهد موجود هستند؟ به صورت آنلاین صدای من رو میشنوید؟ آقای شاهد، آقای رئیس، اگر میخواید که شاهد رو قسم بدید. آقای شاهد خیلی ممنونیم که اینجا حضور پیدا کردید. لطفاً بعد از من تکرار کنید. من قسم یاد میکنم که حقیقت را بگویم. من سوگند یاد میکنم که حقیقت را بگویم. کل حقیقت را و چیزی جز حقیقت نگویم. همه حقیقت را بگویم و غیر از حقیقت چیزی نگویم. متشکرم آقای شاهد. سوالاتی از طرف دادستانی از شما پرسیده خواهد شد و بعد از طرف اعضای دادگاه از شما سوال پرسیده خواهد شد. گرم بود و داشتم زندگی خودم میکردم تا اینکه اوائل سال 96، معذرت میخوام، سال 98 یه دعوتنامه از بسیج برام اومد که بیایید بسیج و میخواییم با اتون صحبت بکنیم. رفتیم بسیج، برگشتن گفتن که چون شما جزو چهره های به اصطلاح معتمدین محل هستید، از شما دعوت میکنیم که بیاین توی بسیج. من خیلی محترمانه بهشون گفتم که من نمیتونم و از عهدم خارجه. یه جوری زبونی همونجا تهدیدم کردن و یه جوری گفتن که برات گرون تمام میشه و کسایی هم که رد کردن، همکاری نکردن، شرایط خوبی براشون پیش نیامده. من اومدم خونه، بعد از چند روز یه اتفاق خیلی وحشتناکی برای من رخ داد که کل روند زندگی منو به هم ریخت. اونجا دوباره منو خواست، با هم صحبت کردن، گفتن ببین اگه اون روز اون پیشنهاد رو قبول کرده بودی این اتفاق برات نمی افتاد. و متوجه شدم که عده دیگه هم هستن که اونا اتفاقات مشابهی براشون افتاده و مشکلات قانونی برای یه عده پیش آوردن، یه سری اخراج از کار براشون پیش اومده، یه سری رو از طریق امنیت خانواده هاشون تهدید کردن، هر کی نوعی تهدید کرده بودن تهدیدات هم کردن، یعنی تهدیدات تو خالی نبوده. اونجا بود که وارد گردان امام علی شدم. امام علی گردان و اونجا آموزش زیر نظر مستقیم سپاه ناحیه استان هست. اونجا یه مدت هی زنگ می زدن می گفتن بیاین برای آموزش های مختلف، که من با توجه به اینکه خب کار من که حقوق بگیر که نبودم، من در واقع اجرای اینا بودیم، یعنی در ازای اینکه مشکلاتی پیش نیاد آزاد باشیم، هر کدوم از ما رو به نوعی آتوهایی گرفته بودن و گیر بودیم. به هر حال رفتم اونجا با هم صحبت،
و گفتن شما برای اینکه از این مشکلاتی که داری خلاص شی ما کمکت میکنیم اینجا با ما همکاری کنی، و فهمیدم که تمام مشکلی که برای زندگی من پیش اومده عملی کردن اون تهدیدشون بوده تا وادار به این همکاری بشیم. کسایی رو دیدم که افراد شرور شهرستان بودن، یه سری لاتا و چاق و کشا بودن، بینشون کسایی بودن که متجاوزین بودن، یعنی تو شهر به عنوان مسافرکش مسافر سوار کرده بود، دختر مردم رو برده بود تجاوز، و این اونجا بود، یعنی تجاوز به عنوان چاق و کشی، خفتگیری، اینا یا کسایی که شبونه خونه مردم رفته بودن به ناموس مردم تعرض کرده بودن، اینا هم بودن، اینا هم بین اینا بودن. من خیلی تعجب کردم، برام باعث تعجب بود اینا اینجا چیکار میکنن. خب متوجه شدم که با اینا هم همین معامله شده که در ازای آزادیتون و راحتیتون میتونین با گردان امام علی بسیج که در واقع مال سپاه هست بپیوندید. خب یه بچه‌هایی هم بودن، بچه های خانواده های فقیر که وضعیت خیلی وحشتناکی داشتن، یعنی حتی لباس درست حسابی نداشت، کفش ندارن، با یه دمپایی اومده اونجا، اینا رو با وعده یه فرس غذای گرم، یه فرس غذای ساندویچی بهشون بدن یا فخری بهشون بدن، مثلا مسابقات فوتبال با میتونن، یا لباس های ورزشی به اینا کادو میدادن. به اصطلاح اینا کسایی بودن که برخیشون با وعده استخدام اومده بودن که بهشون مثلا معرفی نامه ای بدن به عنوان یا اداره تا اینا رو استخدام کنن، یعنی هم تطمیع بود امتیاز، هم یه عده دیگه بودن که با تهدید بودن، یعنی با وعده نتونسته بودن اینا رو بیارن، با تهدید آوردن. ببینید به هر شکل ما پناهی نداریم، یعنی اگه اتفاق برامون بیاد صدامون به هیچ کجا نمی، هر بلایی توی زندان ها و بازداشت ها سرمون میاد، یعنی صدای من ایرانی به هیچ جا نمیرسه، چون به راحتی هم دارن میگن میزنیم میکشیم، به هیچ جا هم جوابگو نیست. تا اینکه یه مدتی بود تا خیلی زیاد شده بود، گفتن بیاین برای آموزش های مختلف، و خب اوایل یه چند نفری مثل من که کاسب بودن جزء آدمای عادی بودیم، خب برای ما سوال برانگیز بود، ولی اون ارازلواش اصلا این خیالشون نبود، اونا کار همیشگیشون بود که برن تو جنگ و دعوا، و خب برای کسی مثل من این برام خیلی سخت بود، کار من نبود، هر کدوم غم نون خودمونو داشت، تلاش خودمونو میکردیم برای زندگی، خب ترس داشتیم که خدایا حرف اینا رو گوش نکنیم چی در انتظار خودم و خانواده‌ام، این ترس همش با هم بود. تا اینکه انقدر تماس گرفتن دیگه میرفتیم صحنه‌های درست می‌کردن، مثلا میگفتن دو تا تیم شین، یه تیم شروع می‌کردن روبرومون، و ما با یه تیکه‌های کاج، این میوه کاج رو باید پرت می‌کردیم که پرت می‌کردیم به سمت مقابل، بعد اون باید هممون یاد می‌گرفتیم جا چجوری جا خالی بدیم، یا مثلا لاستیک آتیش می‌زدیم یا بشکه چردیم تو بین، شما یاد جنگ‌های خیابانی و زنی می‌افتادی. و تا اینکه روز شنبه 25 آبان بود، روز 25 آبان زنگ زدن که باید بیاید، رفتیم با عجله، خیلی با آشفته، انگار که قافله باشن توی همچین شرایطی، رفتیم حوزه و دیدیم یه عالم بچه های نوجوان دوره ابتدایی، یعنی ابتدایی 11 سال 10 سال
سال یا راهنمایی یا زیر 14 سال، همه اینا رو آورده بودن، ما رو منتقل کردن به پادگان ناحیه که مال سپاه. رفتیم اونجا دیدیم که یه سری از همون لاتای شهرستان اینا رو هم آوردن. توضیح هم به ما ندادن، اینترنت هم قطع کردن، به ما هم حتی بهانه آوردیم که بخوایم به خونه زنگ بزنیم. گفتن با چی میخوای به خونه زنگ بزنیم؟ یه سیم کارت هایی رو برای خودشون دارن که توی اون با اون کارت ها سیم بهش میگفتن سیم کارت های وی آی پی که خودشون میتونستن تماس بگیرن، ما نمیتونستیم. اون یعنی اینا آمادگی قبلی داشتن، انگار منتظر بودن که اگه مردم یه اعتراضی بکنن اینا بخوان مقابله، این در واقع آمادگی رو داشته باشن. فقط روز و ساعتش رو انگار نمیدونستن. ما رو منتقل کردن به یکی از میدونهای شهر و یکی دو کیلومتر هنوز با مردم معترض فاصله داشتیم. تو مسیر که داشتیم میرفتیم به اون، یه سری همون ماشین لباس نظامی در می آوردن، لباس شخصی می پوشن. یعنی چون زنگ زده بودن گفته بودن بیاین اینجا، ما خیلی لباس نظامی پوشیده بودن اومده بودن، فکر کردن عادیه. اینا می گفتن نه، لباس های نظامی تون رو درارین و لباس شخصی بپوشن. چون اینا رو می فرستادن لای مردم، می گفتن برید لیدرها رو شناسایی کنید، رهبرها رو شناسایی کنید. جوری اینها باید می زدن، ما باید در واقع اونا رو می زدیم که نفس نتونن بکشن. بعد به بهانه کمک بهشون می بیرون از جمعیت و بعد ماشین می آمد و اینا رو بازداشت می کردیم و می بردیم. خب با یه همچین وضعیتی رفتیم. خب جلوی ما اول درجه دارای نیروی انتظامی بودن، یکان ویژه. ولی به محض اینکه رسیدیم اونجا مردم شروع کردن سرختن و اینا فرار کردن، ما گیر افتادیم. یه جایی من و چند نفر دیگه گیر افتادیم، یه گوشه پناه گرفتیم و همینجور سنگ بود که میبارید. خب از یه برم این نیروهای سپاه و بسی با تفنگ‌های ساچمه‌زن و شلیک می‌کردن طرف مردم. هر شلیکی هم که می‌شد این ساچمه‌های فلزی که این پرتاب می‌کرد به هر جا می‌خورد، به سر، صورت، چشم و کور می‌کرد. خیلی باعث جرح‌های خیلی وحشتناک میشه. بخوره. گاز اشکاورم که شکل میشد، خب چون خلاف جهت بادم بود جایی که بودیم، این گاز اشکاور برمیگشت به سمت خودمون، اصلا نفس کشتن واسه ما غیر ممکن کرده بود. یادمه که خیلی هوای سرد بود و این گاز اشکاور و اینا هم باعث شده بود ما از عملا نمیتونستیم نفس بکشیم. اونجا هم اون گوشه گیر کرده بودیم، یه عده بودیم گیر کرده بودیم. یه سری کسایی بودن که کلت کمر داشتن، یه دم لباسای مشکی به یه سر پوشیده بودن، با اسلحه کلاشینکوف به سمت مردم شلیک میکردن. ما از اون گوشه‌ای که گیر کرده بودیم و وایساده بودیم تونستیم از اونجا بیایم بیرون و پشت نیروهای سپاه دوباره اومدیم یه نفسی تازه کنیم، از اون دریم بیایم. اومدیم یه دونه از این ونای مسافرکش که شخصی بود اومد. من بیشتر شنیده بودم که این از این ونای مسافرکش بود. چجوری بگم، من شنیده بودم که اینا از مختلف برای خودشون نیرو میگیرن. اونجا دیدم که چطور راننده تا مثلا تاکسی های گردش و اینا چجوری اومدن و جزو این نیروها بودن، توی نیروهای بسیج و سپاه، که مثلا مردم رو چجوری ازشون اطلاعات بگیرن یا زیر این پوشش به لونر. ما رو سوار ون رفتیم و از بانک ها رو دراش و قفلا رو باز کنن، باز کردن که بنزین بزنن و این بانک رو آتیش بزنن. یکی برگشت که آقا چرا در رو دیگه دارین قفل رو میشکنین، از همین رو بریز آتیش بزن بره دیگه. بعد گفتش که نه،
جوری بنزین داخل نمیره و نمیگیره. باید سعی کنیم در رو بشکنیم بریم تو، از همون تو بپاشیم آتیش بزنیم. خلاصه رفتیم تو و در یه نیروهایی بودن توی ما، خیلی سریع اومدن و اومدن اون سیستم ویدیو بانکو از ساختن و وارد شدن و خیلی خیلی وارد هم بودن. دو سه تا پمپ بنزین هم همینجوری با اینا رفتیم آتیش زدیم. با توجه به اینکه یکی از کسایی که کنارم بود گفتن خب دیگه چرا اینجا رو آتیش میزنیم، گفت خب اگه اینا آتیش اینا رو آتیش میزنیم تا بعد بتونیم اون معترضا رو بزنیم و الا چه توضیح داریم، میگیم اینا رو آتیش زدن ما هم زدیم. خب اینجوری پمپ بنزین رو که میزنیم مردم زمینگیر میشن، نمیتونن زیاد نقل و انتقال کنن، این ماشین کمتری میاد تو خیابون، ما بیشتر کنترل کنیم. اینم بگم که داخل پادگان های سپاه ما پمپ بنزین داریم خودمون، یعنی در واقع پمپ بنزین هست اونجا، خیلی چیزای دیگه هستش، سیم کارت های داریم، یعنی نقل و انتقال و ارتباط هیچ مشکلی توش پیش نمیاد. ارتباطات سپاه سر جاش میمونه، هم پمپ بنزینشون رو دارن، همین سیم کارت ها و حتی اگر قرنطینه کامل باشه نونوایی هم دارن اونجا، خیلی در واقع به هیچ آسیبی نمیبینه. دومدیم مردم که هجوم می آوردن سی جی های با سابقه بودن که جانباز بودن و اینا یا مقام مسئولیتی داشتن، اینا می آمدن اینا تعدادی از بسیجی ها رو تحریک می کردن که برید جلو برید جلو و می گفتن که چیکار بکنید. مردم که سنگ پرتاب با دست خالی که نمی شد، ما هیچی نداشتیم، این سنگ ها می خورد به بدنمون، مجبور می شدیم فرار کنیم. دستور اومد، یعنی فرمانده سپاه رسید دستور داد، گفت دستور از بالا اومده که این قله به هر ترتیبی باید خاتمه پیدا جمعش کنید. و دیگه کمر تیراندازی آزاده و کمر به پایین نیازی نیست، میتونید به هر جایی کمر به بالا هم بزنید. و این نیروهایی که ماب بودن اسلحه داشتن، هشتال شب میون کلاش دستشون بود، این کلت کمری داشتن. بعد دست بسیجی هم لانچر بود که مثلا گاز اشکاور پرک میکرد، یا سلاح ساچمزن بود که مخزن داره با گاز شارژ میشه، توی هر بار شلیک 100-150 ساچمه رو شلیک میکنه، مثل بادیان نیستش که هر بار یه دونه گلوله شلیک کنه، نه، تو هر شلیکی که میکنه 100-150 تا ساچمه تولید میکنه، بسته به اینکه توی مخزن چند تا ساچمه ریخته باشه. بی هدف این پرتاب میشه، این که در واقع حیوان اصلا طراحی شده نه واسه انسان، هر جا هم که میخوره صدمات خیلی به جا میذاره. بعد عرض کنم خدمتتون که شروع کردم به تیراندازی کردن، عده خیلی زیادی میخوردن زمین. توی مجروحین یه کسایی بودن که خوزی داشتن به سرشون، سیرشون، شکمشون شلیک شده بود و خب خیلی از اینا شاید اگه رسیدگی پزشکی میگرفتن زنده میمونن. من به چشم خودم 5 تا 6 تا رو در حال مرگ دیدم و دیدن دادن و فوت کردن از شدت زی بود که مثلا گلوله تو چه تو سرش خورده بود. اونایی که تو شکم و اینا خورده بودن، خب اگر زودتر رسیدگی پزشکی بهشون میشد با این جراحتاشون، فرض کن گلوله از کمر یا پا، وقتی میدن اینا رو میدن توی این ماشین های نیسان، فکر دونه نیسان یخچال دار، یهو 20 نفر 17 نفر رو ریخته بودن توش، انتقال میدادن به پادگان و این ناحیه. توی پادگان ناحیه هم اینا رو لباس های در می آوردن، بازرسی بدنی می کردن. حالا فکر کنین همه اینا زخمی بودن، مجروح بودن، کتک خورده بودن، در حین بازداشت اینجوری ببینید، در حین بازداشت هم هرچی دم دستشون بود دستور بود که بزنید، یعنی حین بازداشت کتک می خوردن و بیشتر
سر ازبالای و کادری ها و درجه داره سپاه و بسیجی های با سابقه و اینا بودن، اونا می زدن، اونا حسابی می زدن. هر زلو باشم که تو ابتدا اصلا توی ضرب و شتم خیلی فعال بودن، ولی اونا هم با دیدن این شدت برخوردی که با مردم می شد ترسیده بودن. یعنی یه ترس یه چیزی بود که به هم سرایت کرده بود، یعنی دست و پاهمون اصلا دیگه فلج شده بود از شدت ترسی که داشتیم، به خاطر اون چیزی که میدیدیم که چجوری با مردم داره برخورد میشه، این ما هم ترسونده بود. 70% بالای این آدم اومده بودن به اصطلاح برای سرکوب، خب اجباری عضو این دم و دستگاه شده بودن، چه با تهدید یا زندانیایی که با وعده آزادی، این زندانیای ارزل و اوباش که با وعده آزادی اومده بودن سرکوب شرکت میکردن، یا مثلا کارمندی که بهش گفته بودن اگه همکاری اخراج میشی، یا بسیجی خیلی تندروی شستشو مغزی شده بودن که اینا قاطی هم بودن، اینا استخدام هم شده بودن. یه یگانی بود به اسم یگان ویژه تکاوری ناجا که اینا در تشکیل شدن از نیروهای، ببینید چجوری براتون توضیح بدم، بیشتر اینا شستشوی مغزی شدن، یعنی منطقی ندارن اینا، کار هر دستوری که بهشون داده بشه و هر کی مخالف رهبریشون حرف ریختن خونش هم حلال میدن، یعنی میگن فتوا هستش که هر کس که بر توهین کنه و جلوش بیسته کافره و خونش حلاله. خب حالا این فکر کنید اینا میان توی محلهای تجمع تا ستادهای فرماندهی ناجا توی هر شهری شهرستان یه دونه یک امداد دارن، توی اون یگان امداد داخلش یه یگانی هم هست، داخل یگان امداد یه یگانی هم هست که یگان ویژه که تکاوری ناجا از بسیجیان خیلی تندرو تشکیل شده، جایی که اگر مقام اداری چیزی حرفی بزنه و حرفی بزنه که با یکی از حرفای رهبری یا آخوندهای بالا یا فرماندهای سپاه منافات داشته باشه، اینا با لباس شخصی به طرفش حمله میکنن. یه کسایی بودن که بسیج و اینا بهش میگن بسیج خواهران که برای امر به معروف و اینا ازشون استفاده میشه. اینا تو ابتدا برای سپاه شهدای تهران بودن، چند وقت یه بار این زیر مجموعه گردان‌های عاشورا و الزهرا و بعد یواش یواش گردان امام علی و هر چند وقت یک بارم اسامی این گردان‌ها عوض میشه، همین که به راحتی میتونن با تغییر اسامی میگن خب یه گردان جدید تشکیل شده جذب کردیم، در صورتی که جذبی در کار نیست، این جذب ها بیشتر با تهدید و ارعاب و تطمیع مردمه، یعنی این آدم هاست و این اسمار هم هی عوض میکنن که قابل پیگیری نباشه، که شخص اسمایی هم انتخاب میکنن که هر چند وقت یه بار عوضش میکنن که اگه کسی هم اعتراض کرد مثلا گفت فلان گردان اذیت کرده مردم و غیره، اینا به راحتی میتونن بگن اون گردان دیگه منحل شده، جمع شده، در حالی که یه بدترش رو تشکیل دادن با همون آدم ها. خب چه گردانایی که مردا بودن چه گردانایی که زنا بودن، این ماجرا براش صدق میکنه. کسایی که بازداشت شده بودن همه رو انتقال دادن به پادگان ناحیه، داشتم میگفتم منتقلشون کردن، لباساشون در آوردن، اینا رو لختشون کرده بودن با آب سرد، خیسشون کردن به طرز وحشتناکی مورد ضرب و شتم و کتک کاری قرار دادن و چند وقتی هم دیگه به ما از این سیم کارت های وی آی پی داده بودن و هر وقت میخواستن دوستان ما رو خبر کنن و با همون تماس بگیرن و میگفتن پاشید باید و اون لباس به اصطلاح چریکی مینیاتوری رو تن میکردیم و یه دونه این سپرا و باتوم و یه تیکه چربی از این کلاهای
که خیلی سنگین هستش و یه تیکه چربی داره که اسید و اینا رو نتونه تو صورت و اینا خب ماها رو میبردن جاهای معیدین مختلف شهر، باید وامیستادیم تا برای تو دل مردم ترس ایجاد کنه. خب ما حقوق هم نمیگرفتیم، ما رو با ترس ارعاب برده بودن، نه حقوق بودیم نه چیزی، فقط برای اینکه بتونیم یه زندگی داشته باشیم و این آزار و اذیت ها برامون و درد سر رو درست نشه، مجبور بودیم بریم این کار رو انجام بدیم. خیلی متشکرم آقای شاهد. شما در اظهارنامه‌تون گفتین زینبیون، فاطمیون و هشت شربی. میشه درباره این گروه ها که توی اظهارنامه‌تون گفته بودن بیشتر این ایرانی هستن این گروه ها یا خواهدن این گروه هایی که دربارش ذکر کردی بودین در میشنوید؟ صدای منو شنیدید؟ آقای سبی نمیشنوید، صدای من رو نمیشنوید. آقای شاهد صدای من رو شما صدای من رو میشنوید؟ صدا نمیشنوید؟ صدای من رو میشنوید؟ به نظر میاد که ما ارتباط با شاهد قطع شده.